20 ژوئن، گرامی داشت روز جهانی پناهندگی. هر سال در سراسر دنیا درگیری‌های درون کشوری، جنگ، خشونت، ناامنی، بی‌عدالتی و تحت تعقیب بودن افراد موجب آن شده که بسیاری از مردم سرزمین‌های خود را ترک نموده و به کشورهای امن دیگری پناه ببرند و طعم تلخ آوارگی را تجربه کنند. خاطره تلخی که هیچگاه از ذهن‌ها پاک نخواهد شد. از این رو، کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان با هدف رفع نیازهای پناهندگان و آوارگان در زمان مواجه شدن با مشکلات در سال 1951 در کمیسیون حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید. و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 13 به حق انتخاب محل اقامت و در ماده 14 به حق پناهندگی اشاره داشته است. گرامی داشت 20 ژوئن توسط سازمان ملل متحد یادآور آن است که میلیون‌ها انسان پناهنده به ناچار مجبور به ترک محل زندگی و خانه خود شده و با مشکلات بسیار فراوانی روبرو هستند. در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر در اقصی نقاط جهان یا در سرزمین خود و یا در کشورهای دیگر آواره هستند. پناهندگی یعنی پشت سر گذاشتن تمام دلبستگی‌ها، یعنی آوارگی یک خانواده، یعنی غرق شدن کودکان و بزرگسالان در دریاها، یعنی تجاوز به زنان و کودکان، یعنی تحقیر شدن توسط شهروندان و کشورهای دیگر، یعنی نداشتن هویت مشخص، یعنی نامشخص بودن آینده و سرنوشت و هزاران درد و رنج دیگر که یک انسان به ناچار و برای حفظ جان خود و خانواده به امید ساختن آیندهی بهتر تن به آن می‌دهد. گرچه بسیارند کسانی که تحمل چنین درد و رنجی را ندارند و متاسفانه یا اقدام به خودکشی می کنند یا دچار افسردگی می شوند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که دفتر آن در ژنو سوئیس می باشد، بزرگترین ارگان بین المللی است که در امور ساماندهی، کمک و رفع نیازهای پناهندگان و حمایت از آنها در اقصی نقاط دنیا فعال است. و مهمترین هدف این نهاد که در منشور آن نیز قید شده است تا به امروز رفع مشکلات پناهندگان بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، جنسیت، دین، دیدگاه‌های سیاسی و حفاظت از آنها بوده است. در سال‌های گذشته با به وجود آمدن بحران‌های گوناگون مانند جنگ، مسائل سیاسی و اذیت و آزار، حبس و اعدام از سمت دولت‌ها، صدها هزار نفر از شهروندان کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، میانمار، یمن، سودان، سومالی، متاسفانه کشورمان ایران و سایر کشورها از شهرهای محل سکونت خود فرار کرده و به سرزمین‌های امتری همچون کشورهای حوزه اروپا، ترکیه، استرالیا، آمریکا، آذربایجان و حتی روسیه پناه بردند. با نگاهی به فضای امنیتی، خفقان و نابرابری‌های موجود در ایران، متأسفانه شاهد روند رو به رشد فرار شهروندان و مهاجرت آنان از طریق پناهندگی به کشورهای امن جهان است. تاریخ 24 مارس 2020، پازارکولم، مرز ترکیه با یونان. بعضی‌هاشون از تو آشغالا غذا در میارن. دقیقاً از مهمترین دلایل خروج ایرانیان از کشور میتوان به عدم داشتن حقوق شهروندی برابر، تبعیض، توقیف، حبس، شکنجه، عدم آزادی بیان اندیشه و عقیده، دموکراسی، امنیت اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد که تمامی موارد ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اساسی ترین حقوق یک فرد به شمار میآید. و همچنین در اصل‌های 3، 16، 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، حقوق مساوی بین تمامی ملت ایران و در نهایت ممنوعیت تفتیش عقاید شرح داده شده است. اما در واقعیت روزانه شاهد افزایش میزان نارضایتی مردم از شرایط زندگی است. و متاسفانه مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها پاسخگوی نیازهای مردم نبودند، بلکه با فشار، تهدید، دستگیری، کشتار و کتمان حقایق
اقدام به سرکوب مردم بیگناه می‌کنند. که این عملکرد دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته نه تنها در تضاد با قانون اساسی است که خود آن را تنظیم کرده، بلکه ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند 2030 یونسکو و دیگر معاهده‌های بین‌المللی می‌باشد. ما فعالان حقوق بشر امید داریم در آینده نزدیک صلح جهانی در جهان حاکم شود و دغدغه تمام کشورها ارائه بهترین خدمات شهروندی و حمایت از سرمایه‌های انسانی به خصوص کودکان و جوانان باشد تا هیچ انسانی مجبور به ترک کشور و عزیزان خود نشود و طعم تلخ آوارگی را نچشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.